سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به بازی پنجم مسابقات قهرمانی جهان بین یان نپونیاچی و دینگرن. تو این بازی یان نپونیاچی برعکس بازی قبل مهرای سفید رو داره و دینگرن هم مهرای سیاه. اما اگر اطلاعاتی راجع به این بازی ها نداری میتونید دیسکریپشن رو چک کنید که اطلاعات تکمیلی رو کاملا براتون قرار دادم. همچنین اگر بازی قبلی رو نگاه نکردید میتونید لینک بازی ها رو باز هم توی همین دیسکریپشنی که براتون قرار میدم تماشا کنید. خب دیگه بریم سراغ بازی. خب تو این بازی یان نپونیاچی با مهرهای سفید گوشش E4 انتخاب میکنه و دینگ هم E5 جواب میده. اسب F3 و حرکت اسب C6 و فیل B5. میریم سراغ گوشش روی لوپس که معمولا میدیم یان نپونیاچی معمولا میره سراغ گوشش روی لوپس و قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجن شطرنج اینجا انجام میشه و میریم سراغ حرکت A6 دفاع مورفی. فیل برمیگرده قاعدتا و حرکت اسب F6. نپو اینجا قلعه میره و حرکت فیل E7 بازی میشه و الان که به پوزیشن نگاه کنید خیلی آشناست. درسته چون این پوزیشن رو قبلا هم نپو و دینگ بازی کردن، همین فکر کنم بازی دوم یا سوم بود، دقیقاً یادم نیست، که اینجا نپو تصمیم گرفته بود تعویض کنه. اما اینجا به جای تعویض کردن حرکت D6 رو انجام میده. اینجا حرکت B5 استاندارد بازی، باید فیل رو دور کنیم و فیل برمیگرده و حرکت D6 و حرکت C3. میدونیم که این حرکت C3 خیلی میتونه مفید باشه چون که نقطه خیلی حساسی رو تحت کنترل داره، همچنین ایده های باز کردن پوزیشن هم وجود داره و در نهایت هم اگر که پیشنهاد تعویض فیل هم داد میتونیم فیل رو برگردیم به نقطه ای که بهش تعلق داره و این کاملا استانداردهای گشایش روی لوپزه. اینجا دینگ قلعه میره و حرکت H3 انجام میشه. H3 هم حرکت مفیدیه چون اجازه پین کردن رو نمیدیم و قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجن هم همینه. اینجا فیل گسترش پیدا میکنه و حرکت H4. H4 هم که میدونیم که میخوایم این سربازهای قدرتمند رو چالش کنیم که سرباز به جلو رفتن، میدونیم که میریم سراغ چه لاینی که در نهایت سربازها ضعیف میشن که باز هم لاین مساویه، اما این لاین معمولا ترجیح نمیدن که اینجا اسب میره توی خونه A5. همچنین حمله داره روی فیل که حرکتی که انجن ما پیشنهاد میده اینه که فیل رو برگردیم توی خونه C2. همچنین استانداردترین حرکت هم همینه، ولی اینجا نپو تصمیم میگیره فیل A2 بازی کنه. فیل برمیگرده و حرکت C5 انجام میشه. اینجا همونجور که میبینید حرکت C5 انجام شد برای اینکه فضای خیلی بیشتری رو بگیریم. اینجا هم تعویض رو داریم، همین که میتونیم فیل رو گسترش بدیم هیچ فرقی به اون صورت نداره از اونجایی که حرکت H6 هم انجام نشده. اما میدونیم که این پاچمس کردن این اسب واقعا دردسرساز نیست از اونجایی که کاملا این فیل همه چیز رو کنترل میکنه. اینجا نپو باز هم فیلش رو گسترش میده و الان دینگ حرکت H6 رو انجام میده که نپو اینجا تعویض میکنه. تعویض هم حرکت خیلی خوبیه چون میبینین که مهرای سربازهای بازیکن سیاه توی خونه‌های سیاه هستن و این باعث میشه فیل سیاه ضعیف بشه، هر دو فیل سیاه، که اینجا تعویض کردن فیل سیاه ما بازیکن سفید یعنی خیلی مفیده که تعویض میشه و الان میبینین که واقعا فیل سیاه اینجا کاری نمیکنه. اینجا پیاده در B5 و پیاده در B5 باز هم بازی میشه و حرکت اسب D2. شروع میکنیم گسترش مورا، هیچ مشکلی نیست و اینجا از C6 بازی میشه که حرکت خوبیه چون همین که فشار رو روی این فیل افزایش میده، همین که دوباره اسب رو میتونیم بیاریم توی بازی و ببریمش توی نقطه‌ای که بهش تعلق داره در نهایت، البته که دو سه حرکتی طول میکشه. اینجا اما یک دسترسی رو به نپو میدیم، اونم این که فیل بره توی خونه D5 که دقیقا همین اتفاق میفته، فیل بره توی خونه D5 و الان میدونیم که الان سفید تعویض بشه مشکلی نداره و اسبای ما توی این پوزیشن بسته خیلی قدرتمندتر هستن. میدونیم که اسبا توی پوزیشن های بسته معمولا قدرتمندترن، از جایی هم که پوزیشن ها بسته است الان فیل ها واقعا کاری نمیکنه و پشت سرباز ها گیر کردن. اینجا دینگ رخش رو تعویض میکنه و با وزیر میزنیم و وزیر D2 بازی میشه. بعد از اونم رخ قرار بیاد و این فایل رو کاملا مال خودش کنه، تنها فایل بازی، ولی مشکلی نداره. اینجا رخ میاد توی بازی، باز هم رخ دینگ هم میاد توی بازی و وزیر D1 بازی میشه. اینجا دینگ فیل D8 بازی میکنه با ایده های جلو بردن سرباز، البته که الان پینه این سرباز و نمیتونه تکون بخوره، اما بعد از اینکه حالا به هر نحوی فیل ها تعویض شدن میتونیم این حرکت رو انجام بدیم. اینجا اسب میره توی خونه F1 با ایده های جلو بردن اسب توی خونه F5 که میدونیم که توی این نقطه زیادی قدرتمند میشه هر اسبی، البته توی خونه F5 و توی خونه F4 برای بازیکن سیاه، که اینجا ادامه میدن اسب جابجا میشه و اینجا تعویض میکنه و تعویض میشه
الان این حرکت موجوده، اما بعد از اینکه اسب رفت توی بازی دیگه این حرکت وجود نداره، چون این خونه رو کاملا کنترل کردیم. باز میتونستیم توی این خونه هم بریم اما فرقی نداشت، تازه این حرکت اسب ایسه خیلی قدرتمندتره از اونجایی که این خونه رو هم کنترل میکنه و دیگه الان هیچ چیزی نداره تقریبا دینگ. اینجا فیلم بیشیش و حرکت H4 باز میشه از نپو. ایده ای که وجود داره اینه که نپو نمیخواد با مهرای سفید مساوی رو بگیره، از اونجایی هم که بازی قبلی رو هم باخته. اینجا میخواد حرکت H5 هم انجام بده، بعد از اون شروع کنه جلو بردن سربازها و ساختار سربازهای سیاه رو به هم بزنه، که شروع میکنه به هر حال یه چیزی ساختن که ببینیم جواب میده یا نه. اینجا وزیر میره توی خونه C6 و حرکت H5. اینجا حرکت C4. اگر اینجا شما تعویض کنید و تعویض بشه، درست پوزیشن مساویه، اما رخ میتونه بره توی خونه A2، وزیر میتونه بره توی خونه B5 و فشار رو به سرباز بیاریم که باز هم قابل دفاع هست، اما ایده ساده ایه که میتونیم به پوزیشن سفید فشار بیاریم و معمولا احتمالا وزیر اینجا جابجا میشه. اسب شروع میکنه دفاع کردن، در نهایت که حرکت D5 رو به بازیکن سیاه میدیم. باز هم خیلی برد روشنی نیست، اما میشد یه چیزی به وجود بیاره بازیکن سیاه که این حرکت رو انتخاب نمیکنه نپو و خودش میره سراغ حرکت D4. اینجا تعویض میشه و با اسب میزنه. تعویض هم میدونیم که به نفع سیاه اینجا نیست، چون اگر که اینجا تعویض بشه فیل شما از بین رفته و مثلا حتی میتونیم اینجا با سرباز هم بزنیم، اما هم با سرباز میشه زد همین که با وزیر، که فرقی به اون صورت نداره، اما با وزیر بزنیم قدرتمندتره، چون رخ میتونه بیاد و حمله کنه به سرباز. همچنین این حرکت هم در آینده وجود داره اگر که رخ اومد دفاع کنه از این سرباز به این شکل، البته که احتمالا به این شکل میاد، اما به هر حال پوزیشن سیاه پسیو میشه در نهایت. اما برگردیم به بازی. بعد از اینکه اسب رفت توی خونه D4 و همراه با تمپوی وزیر، وزیر میره توی خونه C5 با ایده های اینکه بره سراغ سرباز خونه H5 اگر که وزیر جابجا شد، یا اینکه اگر این دو اسب جابجا شدن ضرب داشته باشه به خونه F2. از اون طرف هم میدونیم که نپو میخواد این حرکت اسب F5 رو انجام بده در نهایت. اما اینجا نپو یک حرکت دقیق رو داره که میتونه تقریبا بازی رو به نفع خودش بکنه، اونم حرکت وزیر F3 که اینجا نپو این حرکت رو انجام نداد. اگر که F3 انجام میشد، وزیر F3 بازی میشد، همین که شما میتونستین اسبتون رو جابجا کنین و تهدیدهای ماتی رو در نهایت به وجود بیارین، یا اینکه شروع کنین اسب رو تعویض کردن و بعد با سرباز بزنین. همچنین میبینین که دیسکاوری هایی با حرکت E5 هم وجود داره که در نهایت میتونست به نفع نپو باشه، اما نپو حرکت دیگه رو انجام داد که منطقی تره و حرکتی که انسان ها واقعا انجام میدن، و اونم وزیر G4. و همین الان هم که پوزیشن نگاه کنید، درست زد حرکت غیر دقیق، اما من این حرکت رو خیلی دوست دارم، چون اگر کافی یک اشتباه کوچیک رو اینجا دینگ انجام بده، مثلا بهتون بگیم اگر رخ هر جایی بره واقعا پوزیشن کاملا میره به سمت بازیکن سفید. چرا؟ چون اگر که حرکت واقعا معمولی که بخوایم اسب بریم توی خونه F5 انجام بدیم، باز هم پوزیشن به نفع ماست. درسته وزیر میتونه بره توی این خونه و مثلا از این تهدید ماتی دفاع کنه، اما باز پوزیشن به نفع ماست. ولی اگر که بخوایم کاملا نابود کنیم پوزیشن سیاه رو، از D5 رو باید بازی کنیم. اینجا هر چیزی بازی کنه سیاه به ضررش، اگر که تعویض کنه که با این تعویض میکنیم و بعد از این با وزیر گرفت، باز هم تهدید ماتی رو داریم، با این تفاوت که الان سرباز از بین رفته و همه چیز اینجا به نفع بازیکن سفیده. اگر هم که نزنید، ما میریم سراغ اسب و مثلا بخوایم دفاع کنیم از اسب، باز هم بعد از تعویض همراه با کیش مجبوریم با رخ بزنیم، باز هم همین حرکت حمله دوگانه وجود داره و هم تهدید ماتی داریم، هم که رخ رو میتونیم برنده بشیم. در نهایت این پوزیشن کاملا به نفع بازیکن سفیده و قطعا اینجا دین انصراف میداد. اما برگردیم به بازی. بعد از اینکه وزیر رفت خونه G4، اینجا وزیر E5 بازی میشه و از همون تهدید دفاع میکنه که پوزیشن کاملا باز هم مساویه، اما درست انجن میگه مساویه، اما کاملا تمامی تهدیدها رو بازیکن سفید داره به وجود میاره. اینجا اسب F3 باز هم و از این وزیر میپرسه میخواد چیکار کنه. وزیر باید جابجا بشه که میره توی خونه E6 و پیشنهاد تعویض وزیر میده که قاعدتا نپو اینجا نمیتونه قبول کنه و اسب F5 میکنه، و همچنین اینجا تهدید ماتی رو به وجود آورده که اینجا دیگه مجبوره دینگ تعویض کنه، اسبش رو تعویض میکنه و اینجا با سرباز میزنیم، با وزیر نمیزنیم، چون اگه که با وزیر میزدین تقریبا همین چیز رو به دینگ داده بودین، چون همین که سربازتون رو
پس بین میبرید همین که درست فایلو دارین، اما مثلا بعد از اینکه شاه بیاد اینجا هیچ چیز براتون نیست. تازه پوزیشن میتونه به نفع دینگ هم بره از اونجایی که فیل رو توی بازی داره به جای اسب، که اینجا نپا هم قاعدتا قدرتمندترین حرکت ممکن رو انجام میده و با سرباز میزنه. از خوش شانسی نپو رخ دفاع شده با اسب، الان ضرب داریم روی وزیر و فایل خیلی مهمی رو تحت کنترل داریم. اینجا وزیر میتونی کنی F6 و کاملا کنترل فایل ای رو به دست میگیری با حرکت وزیر E4. همچنین حمله داریم روی رخ، رخ هم باید جابجا بشه که میری توی خونه B8 و اینجا رخ E2 شروع میکنیم کم کم پوزیشن رو گسترش دادن. همچنین رخ E2 هم خیلی میتونه مفید باشه چون از هر دو ضعف پوزیشن به خوبی دفاع کرده. اینجا فیل C5 بازی میشه و دیگه پوزیشن سیاه هم تقریبا همه چیزش دفاع شده چون دیگه دسترسی به خونه ضعیف B5 رو نداریم. اینجا بعد از اینکه فیل اومد توی خونه C5 قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجن شطرنج رو اینجا نپو با حرکت G4 انجام میده. فوق العاده است این حرکت چون از همه چیز دفاع کرده، هیچ دسترسی وزیر نداره به لطف خوب قرار گرفتن این اسب ما. همچنین ایده های جلو بردن سرباز هم در آینده وجود داره که میتونه خیلی مفید باشه. اینجا وزیر برمیگرده و وزیر میره توی خونه D5. وزیر D5 هم به این دلیل که به همچنین این سرباز رو پین کردیم به راحتی نمیتونیم اجازه جابجایی شاه رو بدیم، همین که کاملا پوزیشن رو بستیم با این حرکت و وزیر ما توی مرکز و میدونیم که وقتی وزیر توی مرکز قرار بگیره تقریبا همه چیز رو تحت کنترل داره، که دقیقا هم همین الان میبینیم که کاملا اینجا همه چیز رو تحت کنترل داره. اینجا دینگ شاه F8 بازی میکنه و نپا هم شاه F1 بازی میکنه، اما حرکتی که میتونست تمامی تهدیدهای ممکن رو از روی نپو برداره حرکت شاه H2 بود. کافیه شاه بره توی خونه G3، دیگه هیچ تهدیدی براش وجود نداره. چرا؟ چون اگر توی G3 قرار بگیره میبینی که این قطر کاملا تحت کنترل از اونجایی که بلاک شده با سرباز و وزیر هم به راحتی از جا قابل تکون دادن نیست. از اون طرف هم میدونیم که رخ میتونست ضعف بزنه به پوزیشن از این نقطه، یا اینکه بیاد توی این نقطه و به این سرباز ضعف بزنه، از اونجایی که میدونیم رخ قراره به هر حال جابجا بشه. همچنین این سرباز هم میتونه درنده نقطه ضعیفی باشه و با قرار گرفتن شاه توی این نقطه تمامی تهدیدهای دینگ از بین میرن. در واقع اینجا پوزیشن هم بازم به نفع، حتی با اینکه مثلا این حرکت شاه F1 رو بازی کرد، بازم پوزیشن به نفع نپو، اما به هر حال این حرکت دقیق تری بود. ادامه میدن، رخ میره توی بازی، اینجا رخ E4 بازی میشه و نپو شدیداً اینجا دلش میخواد حرکت G5 رو انجام بده. اگر که سرباز تعویض کنه کاملا بازی میره به سمت نپو و نپو و تقریبا میشه گفت بازی برنده است برای نپو، که بعد از اینکه اینجا رخ برگشت منتظره که در واقع ببینه نپو میخواد چیکار کنه، چون تمام پوزیشن رو نپو اینجا داره کنترل میکنه. اینجا حرکت G5 انجام میشه و دینگ اینجا اشتباه فاحش رو انجام میده و تعویض میکنه. تعویض کردن خیلی به ضرره دینگ تمام میشه چون اینجا رخ G4 بازی میشه و الان اگر که بخواید سعی کنید از این سرباز دفاع کنید توی یک تله بزرگ واقعا افتادید، و مثلا اینجا اگر بخواید حرکت F6 رو انجام بدید بازی کاملا به نفع سفیده و کافی یک حرکت رو پیدا کنه و بازی رو کاملا ببره، که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید تنها حرکت برنده رو اینجا پیدا کنید. تبریک میگم اونایی که این حرکت رو پیدا کردن. حرکت اسب H4 اسب نمیتونه قبول بشه و بذارین بهتون نشون بدم چرا نمیتونه قبول بشه. اگر که اسب رو اینجا قبول کنه باز کنه سیاه حرکت H6 نابود کننده است، چون میبینید که شاه نمیتونه برگرده و از سرباز دفاع کنه، پس اینجا مجبور مثلا تعویض کنه که مات میشه. بعد از این حرکت اینجا مات میشه به لطف سربازی که کنترل وزیر رو داره. اگرم که قبول نشه و بگیم که مثلا قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجن شطرنج انجام بشه شاه بره توی خونه E8، اینجا اول کیش میدیم، بعد از اینکه بگیم شاه جابجا شد اسب میره توی خونه G6 و الان دیگه تهدیدهای ماتی رو خودتون میتونید ببینید مطمئنم که کافی اینجا واقعا هیچ جوره نمیتونه دفاع کنه دینگ. بذارین انجن شطرنج رو بهتون نشون بدم ببینید چه حرکاتی رو به اون پیشنهاد میده. اینجا مثلا میگه این حرکت رو انجام بدین، اینجا کافی رخ بره توی بازی و اینجا پیشنهاد تعویض میده که مشخصه واقعا راه دفاعی وجود نداره. اگر که بعد از این حرکت سعی کنید مثلا این حرکت رو انجام بدین، بعد از این حرکت مات میشید، که کاملا بازی از دست رفته است. که به هر حال
این حرکات انجام نشد و مطمئنا دینگ هم توی این تله ساده نمیافته. خب اما بعد از این حرکت دینگ اینجا رو A8 بازی کرد که حرکت واقعا بدیه و واقعا حرکت خاصی هم ندارید اینجا و توی پوزیشن خیلی بدی قرار گرفتید، اما مثلا میتونستین اینجا بگیم که این حرکت انجام بدین، شروع کنی کیش دادن و حالا شاید یه سربازو بردارین و یه چیزی به وجود بیارین به هر حال. اما اینجا بعد از اینکه این حرکت انجام شد رخ A8 بازی شد همونجور که دیدیم و الان دیگه پوزیشن تقریبا از دست رفته است، شما میتونید بریم سراغ این سرباز. سرباز رو پس گرفتیم، همچنین تهدید ماتی هم داریم. اما باز هم اینجا قدرتمندترین حرکت ممکن با توجه به انجن شطرنج اینه که مثلا اینجا کیش بدین، بعد از اینکه شاه جابجا شد بیا تو این نقطه، اینجا پیشنهاد تعویض وزیر بدیم که پیشنهاد تعویض هم با خوشحالی قبول میکنه نپو، چون آخر بازی کاملا به نفع بازیکن سفیده. و باز هم اینجا سخته که بخواین حرکت رو پیدا کنین، که اینجا حرکت رو سریع هم بهتون نشون میدم چون حرکت نسبتا سختی، اینجا باید حتما حرکت F6 رو انجام بدید و اگر که تعویض شد دیدین که این سرباز منفرد تقریبا غیر قابل دفاعه. و تو این پوزیشن اگر که پوزیشن نگاه کنید، تنها امید دینگ اینه که اول کیش بده، بعد از اینکه شاه جابجا شد اینجا پیشنهاد تعویض وزیر بده. اما اینجا نپا فکر دینگ رو خوند و به جای شاه G2 حرکت شاه E2 رو انجام داد. وزیر اینجا اگر که بخواید همراه با کیش بیاید بیرون و قدرتمندترین حرکت ممکن رو انجام بدید، باید وزیر E7 رو بازی کنید همراه با کیش. اما اینجا نپو با اسب دفاع میکنه و الان دیگه پوزیشن کاملا به نفع نپوه و همینجا واقعا میتونه دینگ انصراف بده. اما از اونجایی که دینگ واقعا به برد نیاز داره و میخواد قهرمان جام بشه، باز هم بازی ادامه میده و سعی میکنه حداقل بتونه یک چیزی رو به وجود بیاره و شاید نپو اشتباه بکنه. اینجا وزیر برمیگرده توی خونه E8 و اینجا دو حرکت برندن، حرکتی که انجن به ما پیشنهاد میکنه حرکت شاه F3ه، اما حرکتی که من دوست دارم توی این پوزیشن انجام بدم حرکت F6ه که کاملا پوزیشن رو به نفع سفید میکنه. اگر که اینجا سرباز قبول بشه دیگه واقعا مثلا حرکت H6 انجام بدیم، رخ بیاد توی بازی حرکت شاه F3، الان واقعا امیدی به پوزیشن سیاه نیست، حتی این تهدید هم وجود داره. مثلا اگر بخوام بریم سراغ این سرباز، بریم سراغ فیل، اگر که فیل قبول شد همراه با کیش، از اونجایی که شاه نمیتونه بره توی خونه احتمالا پیشنهاد تعویض وزیر میده که ما قبول نمیکنیم، وزیر میره توی خونه C8، بعد از این حرکت رخ و قربانی میکنیم و میریم سراغ وزیر و پوزیشن کاملا برنده است. چیز دیگه هم که وجود داره، اگر که اینجا بعد از این حرکت F6 رو انجام دادید، اگر که سرباز رفت به جلو تعویض کنید و بعد از تعویض تقریبا همه چیز به نفع شما، حتی حرکت ساده رخ H4 رو هم دارید که کاملا بازی رو میبره، که دیگه واقعا نیازی اینجا از اینجا بعد توضیح بدیم. که به هر حال این پوزیشنی بود که میتونست انجام بشه، که اینجا نپو قدرتمندترین حرکت ممکن و شاه F3 رو انجام داد، که باز هم همون ایده است، میتونید بعد از اون F6 رو هم انجام بدیم، اما با یک تفاوت هایی که توی این بازی بهتون نشون میدم. اینجا وزیر میره توی خونه A8 و پیشنهاد تعویض وزیر میده که نپو قبول میکنه و قبول میشه قاعدتا و حرکت F6 همیشه برنده است و اینجا هم برنده است. اینجا تعویض نمیکنه و سرباز رو به جلو میبینیم که ما با خوشحالی تعویض میکنیم و تعویض میشه و رخ میره سراغ سرباز و الان یک سرباز منفرد داریم توی رنگ ششم و میتونیم همین الان واقعا قابل انصراف دادن بازی، ولی واقعا سخته که بخواین برد رو پیدا کنین. اینجا رخ A2 بازی شد که حمله میکنیم به سرباز و اینجا نپو استرس شدیدی گرفتش که فکر کرد اینجا بازی رو از دست داده، چون اون که مثل ما نمیتونه نمودار رو ببینه که ببینه بازی چقدر به نفع اونه. اینجا شدیدن استرس گرفته بود و کامنتیتورها داشتن میگفتن که آنشگیری و دنیل نوردسکی داشتن میگفتن که اصلا استرس ازش میباره، چشماش، گوشاش، همین چیزش قرمز شده بود و اصلا نمیتونست در نهایت خودش رو کنترل کنه. دو حرکت برنده اینجا وجود داره، هر دو هم یک ایده رو دارن، اینه که شاه F4 یا اینکه بازی کنی یا شاه G4 که شاه در نهایت باید بره توی خونه F5 که بازی برد بشه. اینجا حرکت شاه G4 رو بعد از حدود 25 دقیقه فکر کردن نپو انجام داد و اینجا میره سراغ سرباز دینگ و حرکت رخ H6 بازی شد و توی این پوزیشن بود حرکت 48 که بالاخره دینگ لیرن از بازی انصراف داد و یک برد ارزشمند برای یان نپونیاچی. و این قهرمانی جهان نسبت به قهرمانی جهان یک مقدار تفاوت داره، چون توی قهرمانی قبلی جهان دیده بودیم که چقدر بازی ها مساوی میشد و همین الان تا بازی پنجم تازه 3 برد رو مشاهده کردیم.
اینجا هم بهتون بخوام نشون بدم که چرا این بازی باخته، اونم به این دلیلی که بعد از اینکه شاه بره توی خونه F5 هیچ دفاعی برای شاه سیاه وجود نداره. مثلا اینجا بهتون میگم چه حرکتی رو انجام بخواد بده، بگیم که رخ بیا توی خونه A1، اینجا شاه میره توی خونه F5، باز هم گرفتن این خونم هیچ جوره به صلاح شما نیست. اگر که با رخ گرفتین درسته تعویض میکنیم، اگر که با فیل گرفتین از اونجایی که این خونه رو تحت کنترل داریم و دیگه رخ نمیتونه بیاد پیش بده ما واقعا هیچ مشکلی باش نداریم. اینجا مثلا بعد از این حرکت بگیم که رخ بیاد این اونجا هم که نمیشه، مثلا بگیم که حالا رخ برگرده، میتونیم همین که کیش بدیم اینجا بعد از اینکه شاه جابجا شد کیش و مات موجوده، که دینک هم مطمئنن اینو دید که و از بازی انصراف داد. باز هم اگر این مات هم نباشه سرباز هم به راحتی میتونه رو به وزارت بره. به هر حال این بازی پنجم مسابقات قهرمانی جام بود که نپو هم تونست این بازی رو ببره. واقعا به نظر من نپو تا اینجا استحقاق قهرمانی جام شدن رو داره. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. مثل همیشه میتونید ویدیوهای قبلی من رو روی اندسکرین تماشا کنید و لایک کامنت و سابسکرایب هم حتما فراموش نشه و تا یک ویدیو دیگه بکشید. حتما دیگه خدا نگهدار.